سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. با یک قسمت دیگه از مجموعه آموزشی گیتار پاپ در خدمتتون هستم. در این قسمت با همدیگه دو آکورد جدید و نحوه زدن ریتم 6 و 8 نم سنگین رو یاد میگیریم. آکوردهایی که امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم آکورد سول ماژور و فا ماژور هست که همونطور که در تصویر میبینین نحوه گرفتن این آکوردها به این صورته که در آکورد سول ماژور انگشت اول روی سیم پنجم، فرت دوم و انگشت دوم روی سیم ششم و فرت سوم و انگشت سوم روی فرت سوم و سیم دوم و انگشت چهارم روی سیم اول و فرت سوم قرار میگیره. و در آکورد فا ماژور انگشت اول دو سیم اول و دوم رو روی فرت اول با هم دیگه میگیره. انگشت دوم فرت دوم و سیم سوم رو میگیره و انگشت سوم فرت سوم و سیم چهارم رو میگیره. برای اینکه دقیق‌تر متوجه بشین و به خوبی نحوه گرفتن این دوتا آکورد رو با هم دیگه ببینین، در آخر این ویدیو فیلمی از خودم گذاشتم که تو اون به طور دقیق متوجه خواهید شد که این آکوردها رو چجوری میشه گرفت. بعد از اینکه این دو آکورد رو به خوبی یاد گرفتیم و به خوبی با سه تا آکورد قبلی که توی جلسات قبل آموزشم بود جابجا کردین، سراغ ریتم 6 و 8 نم سنگین میریم. توجه داشته باشین، باید قبل از یاد گرفتن ریتم بتونین 5 تا آکوردی که تا امروز یاد گرفتین رو به خوبی جابجا کنین. بعد سراغ این جلسه و این ریتم بیاین. خب، ریتم 6 و 8 نم سنگین اولین و ساده ترین ریتم آموزشی گیتاره که همونطور که در تصویر میبینین الگو نواختنش به این صورته و البته یه الگو صوتی هم داره که باید طبق این الگو صوتی که الان من بهتون میگم کاملا شبیه این رو روی گیتارتون در بیاریم و همه ریتم ها یه الگو صوتی دارن که متفاوته با هم دیگه، اما برای 6 و 8 نم سنگین الگو صوتیش به این صورت هستش که دام دا 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 دام دام. به این الگوی صوتی شما باید بتونین این ریتمو بنوازین. فلش های پایین به معنای حرکت دست راستتون از بالا به پایین سیم هاست و فلش های بالا به معنای حرکت دست راستتون از پایین به سمت بالا هستش. ما به سه سیم بالای گیتار باس میگوییم و با بی نشون میدیم و به سه سیم پایینیمون تریپل میگوییم و با تی نشونشون میدیم. پس طبق این توضیح وقتی به شکل یک بار دیگه دقت بکنین متوجه میشین طبق اون الگوی صوتی که من خدمتتون گفتم قسمت اول فقط روی سه سیم بالا کشیده میشه، قسمت دوم که وسط ریتم هستش روی سه سیم پایین کشیده میشه و قسمت یکی مونده به آخر دوباره روی سه سیم بالا و قسمت آخر روی سه سیم پایین کشیده میشه. قطعا متوجه شدن این قسمت از این ریتم کمی مشکل به نظر میرسه که باز هم میگم در ویدئویی که از خودم توی پایان این قسمت قرار دادم کاملا توضیح داده شده و من این ریتم رو بارها بارها نواختم و شما با دیدن اون میتونی متوجه بشین که چجوری باید این ریتم رو بزنی، نحوه صحیح نواختن این ریتم چجوریه. در آخر در طول این ویدیو تا ویدیو بعدی دقت کنین که آکوردها رو کاملا راحت بتونین جابجا کنین و ریتم 6 و 8 رو کاملا بتونین بنوازین. با ریتم 6 و 8 آکوردها این 5 تا آکوردی که بهتون یاد دادم رو تغییر بدین، با هم دیگه جابجا بکنین و به صورت درهمی آکوردها رو با ریتم جابجا بکنین. جلسه بعد اگر بتونین به راحتی این ریتم رو بنوازین و آکوردها رو جابجا کنین قطعا میتونین آهنگی که میخواین جلسه بعد با هم دیگه بزنیم و به راحتی بنوازین. توی جلسه بعدی با هم به نواختن آکورد آهنگ بگذر زمن عارف میپردازیم. ازتون خواهش میکنم که ملودی جلسه قبل، آکوردهای جلسه قبل، آکوردهای این جلسه و ریتم این جلسه رو با دقت زیاد تمرین و حفظ بکنین، به خاطر اینکه همیشه اولین ریتم و اولین ملودی اصلی ترین کاریه که توی گیتار پاپ شما باید انجام بدین. از این به بعد براتون کار بسیار راحت تر میشه. خب اول از همه آکوردهایی که گفتم، البته من بارها بارها گفتم پیک، شاید با پیک آشناییتی نداشته باشیم، ولی همونجور که توی تصویرم میبینیم پیکی همچه چیزی هستش که شما برای اینکه بخواید ازش استفاده بکنیم بین دوتا انگشتتون میگیرین و به جای ناخونها برای نواختن گیتار ازش استفاده میکنین. خیلی هم راحت و خیلی هم خوبه، البته از نرمی و سفتی متفاوتی داره که حالا مدیومش رو شما بگیرین فعلا برای شروع خیلی خوبه، مدیوم یا ایزیش رو اگه بگیرین خیلی خوبه تا قسمتی که بره حالا به هارد برسه و اینا بخواد سخت‌تر بشه. این
پیک بودش و حالا به آکورد ها میپردازیم. آکورد سول ماژور، اولین آکوردی که توی این جلسه خدمتتون گفتم. آکورد سول ماژور نحوه گرفتنش به این صورته. انگشت یک روی این سیم، پشت فرد کاملا، انگشت دو روی این سیم، انگشت سوم اینجا و انگشت چهارم کاملا زیرش. به این صورت این آکورد گرفته میشه. یک بار دیگه. یک بار دیگه. حالا از یه طرف دیگه اگه بخوایم بگیریمش به این صورت. این اینجا، این اینجا. کف دست نشسته به دسته گیتار، انگشتا کاملا عمود باشه به روی سیما. و آکورد فا ماژور که من گفتم شاید متوجه نشده باشین، با انگشت یکتون باید دو سیم اول و دوم رو با هم دیگه بگیرین، به این صورت که با بغل انگشتتون شما این دو سیم رو میگیرین، کاملا به این صورت دو سیم اول و دوم رو با هم میگیرین. انگشت دوم اینجا قرار میگیره، انگشت سوم هم اینجا قرار میگیره، به این صورت. یه بار دیگه، این انگشت دو سیم رو با هم میگیره، این آکوردها رو عوض میکنین. 5 تا آکوردی که از جلسه اول تا امروز بهتون یاد دادم، یکی این آکورد بود، یکی این آکورد، یکی این آکورد، اینها آکوردهایی بود که یاد دادم خدمتتون. تا امروز 5 تا آکورد با هم دیگه یاد گرفتیم. این آکوردها رو کاملا به همین صورتی که من عوض میکنم، حالا نه به این سری ولی همینجوری عوضش، اگه بتونیم به حالت آروم آروم عوضش بکنیم، میریم سراغ ریتمی که باید با هم دیگه یاد بگیریم، ریتم 6 8 سنگینی که توضیح دادم. این ریتم برای اینکه به اینجا من از این سمت فقط آکورد همین سول رو میگیرم، سول ماژور، آکورد سول ماژور رو میگیرم، یا حالا بهتر آکورد لامینور. آکورد لامینور رو من اینجا براتون میگیرم و ریتم رو میخوام باش بهتون یاد بدم. پس این دست من فقط آکورد لامینور رو فعلا گرفته. طبق این چیز صحبتی که من توی ویدیو براتون کردم، برای اینکه کاملا بزنم من این دوربین رو درستش بکنم براتون، خب طبق این صحبت که من براتون کردم، سسیم بالا سسیم بیس هستش، سسیم پایین سسیم تریپ هستش. ریتم اصلی ما به این صورت هست، سریع و تندش به این صورت، 6 و 8 نوم سنگین. ضربه اول رو سسیم بالا، ضربات میانی همونجور که توضیح دادم روی سسیم پایین باید قرار بگیره. ضربه و سسیم بالا، سسیم پایین، سسیم بالا، سسیم پایین. یک بار دیگه. همینجوری آروم آروم سرعتش رو تون بکنید. و حالا در کنارش ما آکوردها رو هم عوض میکنیم با هم دیگه.
تمرینی که من به شما این هفته دادم اینه که این ریتم رو کامل بزنید، این آکورد ها رو با هم دیگه بگیرید و به راحتی عوضشون بکنید. یعنی آکورد ها رو در حین اینکه ریتم رو میزنید باید بتونید برای جلسه بعدی با هم دیگه عوض بکنید و ریتم رو بزنید به این صورت. به همین صورت خواهش میکنم که تمرین بکنیم، ملودی جلسه قبل رو تمرین بکنیم و این آکورد و این ریتم رو هم تا اونجایی که میتونین تمرین بکنیم. ممنونم ازتون. خب این بود از ویدئوی این قسمت از آموزش گیتار پاپ. امید که خوشتون اومده باشه و مورد قبولتون باشه. همونطور که توی ویدئوهای قبلی هم گفتم، تنها راهی که من متوجه میشم این مجموعه آموزشی باید ادامه پیدا بکنه فقط و فقط سابسکرایب های شما و ویو هایی که شما به ویدئوهای بنده میدین باعث میشه که این مجموعه آموزشی ادامه پیدا کنه. پس ازتون خواهش میکنم اگه خوشتون اومده سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و ویوهای این برنامه رو بالا ببرین تا من قسمتهای بعدی رو بتونم بسازم و پخشش بکنم. همه شما عزیزان رو در قسمت بعدی این ویدیو میبینم. با تشکر.